محمد جواد ظریف کیست؟ در رسانه‌های ایرانی بارها درباره او نوشته شده و حتی او را قهرمان ملی جلوه داده‌اند. اما مقامات دولت آمریکا می‌گویند او یک دروغگو و همدست مافیای خامنه‌ای است. ویدیوی امروز به ابعادی از زندگی و کار ظریف که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است می‌پردازد. با ما همراه باشید. علامتی که همه تو میشنویم اعدام خطر یا وضعیت نمزد به گیرنده های خودتون دست نزنید. شما بیننده یه کانال آژیر قرمز هستید. لطفاً قبل از هر چیز کانال آژیر قرمز رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از پست ها و ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. 1. تاجرزاده‌ای که پدرش می‌خواست آخوند شود. محمد جواد ظریف 17 دی ماه سال 1338 در خانواده به شدت مذهبی متولد شد. خانواده پدر و مادر او هر دو تاجر بودند. پدر او می‌خواست او را به حوزه علمیه قم بفرستد، اما با مخالفت مادر قرار شد به مدرسه علوی برود و صبح‌ها قبل از مدرسه مبانی حوزوی را در کلاس خصوصی بگذراند. اما مدرسه علوی هم کم از حوزه علمیه نداشت و با جو مذهبی حاکم بر آن نسلی از مدیران سال‌های بعد جمهوری اسلامی را تربیت کرد. از غلامعلی حداد عادل چهره نزدیک به خامنه‌ای و پدر عروس او گرفته تا کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و جواد ظریف وزیر خارجه معتمد رهبر جمهوری اسلامی. 2. بهایی ستیزی از مدرسه تا وزارت خارجه. مدرسه علوی به انجمن حجتیه گرایش داشت، انجمنی که برای مقابله با بهاییت و تلاش برای ظهور امام زمان تأسیس شده بود. ظریف خود در خاطراتش گفته که به جلسات انجمن حجتیه رفت و آمد داشته است. او سالها بعد در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد بهایی بودن در ایران جرم نیست و نقض حقوق بهاییان رو انکار کرد. این در حالی است که ده‌ها بهایی هر سال به بهانه مختلف توسط دستگاه قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی بازداشت می‌شوند. 3. دیپلمات ژولیده طرفدار یقه آخوندی و لباس مرتب شد. محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که اصرار داشت ژولیده و نامرتب باشد و کاپشن به تن می‌کرد، اما سالها پیش از او جواد ظریف هم چنین رویه‌ای داشت. ظریف در خاطراتش گفته که به عنوان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل کوچلوارهای کثیف بی حساب کتاب و با یقه باز می‌پوشیدند. او می‌گوید بنابراین از همسرم خواهش کردم تا یقه پیراهنم را بشکافد و آن قسمت بالاییش را در بیاورد. به همین صورت یقه دیپلماتیک درست کردیم. روز اولی که این کار را انجام دادم و به سازمان ملل متحد رفتم، خانم مخرجی نماینده هند کنار من نشسته بود. آن خانم به من گفت امروز اولین باری است که با ظاهری مرتب به اینجا آمده ای. 4. تحصیلات فرنگی ازدواج آخوندی. طرفداران جواد ظریف با تکیه بر تحصیلات او در آمریکا تلاش دارند تا از او چهره مترقی و غیر سنتی بسازند. اما او در 19 سالگی و چند ماه پس از انقلاب 57 از آمریکا به مادرش خبر داد که قصد دارد از ایران زن بگیرد. به خانه خواهرش در اصفهان رفت که دو خواهر را دعوت کرده بود تا برادرش بپسندد و آنطور که خود ظریف گفته حتی نمی‌دانسته کدام یک از دو خواهر را برایش در نظر گرفتند. در نهایت با مریم ایمانیه 17 ساله ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های مهدی و مهسا شد. 5. مسلط به زبان انگلیسی و مسلط به قصه شنگول و منگول. یکی از دلایل حضور همیشگی جواد ظریف در سطوح عالی دیپلماسی جمهوری اسلامی تسلط او به زبان انگلیسی است. او یک بار از این تسلط خود استفاده کرد و داستان کودکان بزبز قندی و شنگول منگول و حبه انگور رو در سخنرانی سازمان ملل خود به کار برد تا آمریکا رو جای گرگ قصه بگذارد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از تحریم ظریف دو تعبیر درباره او به کار برد. ابتدا گفت او سردسته مدافعان و یا توجیهگران جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت که ظریف عضو مافیای خامنه ای است. 6. سرباز جمهوری اسلامی در آمریکا. خدمت اجباری سربازی در ایران یکی از مشکلات همیشگی نسل جوان بوده و هست. اما ظریف هیچ وقت چنین مشکلی نداشته. او در نوجوانی و در حالی که هنوز سربازی نرفته بود، اجازه خروج از کشور و ادامه تحصیل در آمریکا را پیدا کرد. گفته می شود دوست پدر ظریف که با ساواک همکاری داشت، اجازه خروج او را گرفت. سالها بعد و پس از پایان تحصیل هم، جواد ظریف که به یک بار دیپلمات شده بود، مشکلی برای بازگشت به ایران نداشت. چون سربازیش رو به شکل امریه در وزارت خارجه و هنگام حضور در آمریکا گذران. 7. همکار سعید امامی و مشاور محمود احمدی نژاد. خودش میگوید از کار کردن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در عذاب بوده و مدام سیگار میکشیده است. اما روش او در انکار بدیهیاتی مانند نقض حقوق بشر در ایران شباهت زیادی با روش احمدی نژاد در مواجهه با رسانه‌های خارجی دارد. ضمن اینکه از همان دوران دانشجویی با سعید امامی رفاقت و رفت آمد خانوادگی داشت. ظریف در کتاب خاطراتش گفته که با سعید امامی در کمیته همکاری داشتند که قرار بود به اتهامات نقض حقوق بشری در ایران پاسخ بدهد. سعید امامی بعدها به معاونت وزارت اطلاعات رسید و در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان نفر اول پروژه قتل مخالفان و منتقدان معرفی شد و در زندان به شکل مشکوکی درگذشت. مرسی که با این ویدیو هم همراه ما بودید. لطفاً نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید و به جهت پشتیبانی از ما این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان کانال آژیر قرمز رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از پست‌ها و ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.